بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. بعدا تشکر میکنم از جوانان عزیز ایرانی که تشکل حمایتگران جنبش سبز در برلین رو ایجاد کردن و تلاش دارن تا صدای جنبش سبز در آلمان باشن و در سطح جهانی باشن. این نکته بسیار های اهمیتی هستش که باید قبل از هر چی روش تأکید بکنیم. به نظر میرسه که حرکت‌های خارج از کشور وقتی می‌توانند ثمر بخش باشند که تلاش کنند صدای جنبش در ایران باشند. جنبش چهارچوب‌های خودش رو پیدا کرده. حرکتی بوده که بعد از انتخابات در اعتراض به تقلب سازمان یافته در انتخابات آغاز شد و بعداً پخته شد و ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد و تنها محدود به بحث انتخابات نشد. هرچند که بحث انتخابات همچنان یکی از بحث‌های مهم ماست و عدم مشروعیت دولت آقای احمدی نژاد یکی از بحث‌های همیشگی ما هست، اما جنبش سبز به این مسئله تنها محدود نشده. یک جنبشی است که الان دارای ریشه تاریخی است و کالبد مشخصی پیدا کرده. این یک دستاورد بسیار حائز اهمیتی بوده. امروزه میتونیم بگیم که به هر حال این جنبش ویژگی‌های خاصی رو داره، به مانند اینکه یک جنبش ضد استبدادی است، حق بنیاد، تکثرگراست، به عدالت اجتماعی توجه داره، مداراگر ملی و ویژگی‌های و مهمتر از همه شاید یک جنبش مسالمت آمیزه و ضد خشونت است. خب این که جنبش الان تارهای کلان خودش رو پیدا کرده و هویت خودش رو پیدا کرده یک مسئله بسیار حائز اهمیت است. جنبش مورد سرکوب شدید قرار گرفته ولی قطعا خاموش نشده و به نظر نمیرسه که این جنبش خاموش شدنی باشه و به هر صورت حتی اگر که اقتدارگرایان و خشونت طلبان فکر کنن با سرکوب میتوانند جنبش رو خاموش بکنند، قطعا اشتباه کردند. صدای اعتراض مردم خاموش نخواهد شد و تحول پیدا میکنه شاید، ولی خاموش نمیشه. این نکته باز حائز اهمیتی هست که باید بهش توجه بکنیم. به نظر من میرسه که یک استنباطی وجود داره که خیلی شاید استنباط صحیح نباشه و اون اینه که جنبش وقتی وجود داره که در خیابونه. ما باید که این ایده رو و این دیدگاه رو تصحیح کنیم. یک جنبش فقط در خیابون زنده نیست. البته اعتراض خیابون هم یکی از صور نمایش گذاشتن قدرت جنبش هست که بستگی داره به مقتضیات، ولی ما شاهد هستیم که این جنبش توسعه پیدا کرده، رشد پیدا کرده، تعمیق پیدا کرده و پختگی پیدا کرده. امروز تنها یک گروهی از افراد که بتونیم بگیم نام نخبگان نیستن که مطالبات اجتماعی و سیاسی اساسی دارن، بلکه بخش وسیعی از مردم هستن که مطالبات نسبتاً مشخصی دارند. بنابراین به نظر من میرسه که امروز ما در مرحله تعمیق، سازماندهی مناسب جنبش و پیدا کردن تاکتیک های مناسب مبارزه است. به نظر من میرسه بحث عدالت اجتماعی بحثی هستش که جنبش رو با طبقات فرودست جامعه پیوند میزنه. البته در هنگام انتخابات و بعد از اون به جهت اینکه دولت تمام کانال‌های ارتباطی رو قطع کرده بود، امکان برقراری یک ارتباط متقابل مستمر و سازمان یافته تقلیل پیدا کرده بود و خب دولت در این حال از
شعارهای استفاده میکرد که این شعارها توجهش به طبقات کم درآمد بود. امروز توهم زدایی شده. یکی از نکاتی که باید بهش توجه بکنیم این هستش که اون سرابی که دولت نشان میداد برای همه عریان و نمایان شده و درست نقطه ضعف دولت هست الان. به حالت دیگر طبقات محروم همکنون و بعد از این بیشتر از همه مورد لطمه قرار خواهند گرفت متاسفانه در ایران. به نظر می‌رسد که وظیفه همه همراهان جنبش سبز استش که مخصوصا جوانان و دانشجویان تا سعی کنند خلأ ارتباطی رو رفع بکنند، چون مهمترین قشری که میتونه در شرایط حاضر جنبش این خلأ رو رفع بکنه قشر دانشجوه، چون این قشر دانشجو بسیار وسیع داریم ما. این قشر دانشجو بسیار وسیع پراکنده در سراسر کشور هست، تنها در حوزه شهرها نیست، پراکندگی طبقاتی هم داره و بسیار خوب میتونه که ایده های جنبش رو، مطالباتش رو و زمینه هاش رو در این طبقه فرودست مطرح بکنه و در واقع نقطه اتصال قرار بگیره. چیزی که بیش از هر مسئله امروز ما باید بهش فکر بکنیم. در این حال من فکر میکنم که ما نیازمند یک شعار مشخص و معین در این زمین هستیم که این شعار باید که در برگیرنده سه جنبه اساسی باشه: بحث عدالت اجتماعی، آزادی و اخلاق، به گونه ای که بتونه اجماع سازی بکنه نه تنها در سطح نخبگان بلکه به ویژه در سطح طبقات فرودست و طبقات که از نظر اقتصادی الان وضعشون مناسب نیست و با تحریم هایی که الان صورت گرفته متاسفانه و برنامه های اقتصادی نابسامان دولت وضعشون بدتر شده، اینها رو بتونه در واقع متحد بکنه، بتونه سازمان بده و مطالباتشون رو هدفدار بکنه. به نظر من رسید که بروزه، به خاطر اینکه اساساً ما یک ایده عمومی‌تری را مطرح می‌کنیم که ایجاد کمیسیون‌ها یا کمیته‌های حقیقت‌یاب مستقله. این تنها محدود به بحث انتخابات نیست، انتخابات یکی از مصادیقمون هست. ما معتقدیم که باید در جامعه مناقشات به طرق مسالمت‌آمیز حل و فصل بشه. در یک جامعه همیشه اختلاف است، اختلاف در سطوح مختلف، اما باید که مکانیزم های حل اختلافی داشته باشیم تا ایجاد احساس عدالت در عامه مردم بکنه. قطعا هیچ وقت همه راضی 100% از یک حل اختلاف بیرون نمیرند، اما وقتی که مکانیزم های حل اختلاف به اندازه کافی از ویژگی بیطرفانه برخوردار باشند، ایجاد احساس عدالت در عامه و در قسمت عموم مردم میکنه. اون چه که ما خواهانش هستیم اینه. تنها در مورد انتخابات نیست، در مورد شکنجه، در مورد تجاوزهایی که صورت گرفته، به کارگیری خشونت و مسائل دیگه هم هست. به نظرم میرسه که این یک راه، یک پیشنهاد مدنی قابل اعتناست. چه در زمان واقع چه بعد از اون، چه در زمان واقع چه بعد از اون. امروز همچنان بحث مشروعیت آقای دکتر آقای احمدی نژاد مطرحه. ادعا میشه که تقلب صورت گرفته، دلایل و مستندات قابل اعتنای ارائه میشه برای اینکه تقلب صورت گرفته. نه تنها تقلب، بلکه انتخابات سازمان یافته بوده، مهندسی شده است، فراتر از یک تقلب ساده است. طرف مقابل انکار میکنه و چون تمام امکانات
حقوقی لازم در دست طرف مقابل هست و نهاد حل اختلاف قانونی که شورای نگهبان باشد در واقع یک طرف دعواست و در واقع یکی از علل تشدید اختلاف است، طبیعی است که یکی از طرفه که جنبش سبز باشه نمیتواند به حکمیت اونها اعتماد داشته باشه و در سراسر دنیا پذیرفته شده که در این موارد باید یک نهاد مستقل تشکیل بشه. اگر که خب آقایون در خیلی از موارد، آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرده که در مورد وقایع 11 سپتامبر یک کمیته مستقل حقیقت‌یاب تشکیل بشه. پس نشون میده که آقای احمدی نژاد به کارکرد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب اعتقاد داره و نه تنها در سطح ملی، در سطح بین‌المللیش هم اعتقاد داره. حالا ما از آقای احمدی نژاد نمی‌خوایم که قبول کنه یک کمیته بین‌المللی بی‌طرفی برای بررسی نتایج انتخابات ادعای تقلب در اون در ایران فعالیت بکنه، حداقل به یک کمیته ملی بی‌طرف حقیقت‌یاب تندر بدن که در اون تنها دوستان خودشون شرکت نکنن، از طرف مقابل هم افراد امینی وجود داشته باشه. در این صورت مسائل روشن میشه. من فکر کنم که حق جامعه برای دونستن و عدالت هنگامی برقرار میشه که ما به یک نتیجه منصفانه در این زمینه برسیم. بنابراین تأکید بر کمیته‌های حقیقت‌یاب یک مسئله بسیار مهمه، یکی از سازوکارهای ما باید بشه و اگر دولت رضایت بده و اگر که اقتدارگرایان قبول کنند حتما شدنیست، ولی به نظرم میرسه که بسیار سخته که قبول کنند. آقایون مدت هاست که ادعا میکنند جنبش سبز مرده است. بسیار خوب، اگر جنبش سبز مرده است اجازه یک راهپیمایی بدید. بارها تقاضا شده که یک راهپیمایی صورت بگیره. شما که تمام امکانات در دستتون هست، تمام امکانات دولتی استفاده میکنید برای بسیج مربوط به خودتون و همچنین ترساندن دیگران از حضور در صحنه، همینا رو استفاده میکنید. خب چه ترسی دارین از اینکه اجازه بدین یک راهپیمایی صورت بگیره در چارچوب مشخص، مسالمت آمیز، با قبول مسئولیت از طرف افرادی که دعوت به راهپیمایی میکنن تا مشخص بشه که جنبش سبز اساسا دارای پایگاهی در ایران نیست. این به نفع شماست اگر که فکر میکنین موفق میشین ازش سر بلند میای بیرون. پس وقتی که اجازه نمیدن یعنی اینکه به هر حال مشکل دارند. در کمیته هایی هم که قبلا تشکیل دادن تماما به همین ترتیب بوده. آقایون از افرادی از خودشون گذاشتن و چه قبول نکردن که افراد بی‌طرف حضور داشته باشه. لذا این مطالبه پابرجایی هست و به نظر من میرسه باید حمایت بشه. آینده انتخابات در ایران بستگی به این داره. اگر ما بخوایم انتخابات آزاد و منصفانه داشته باشیم باید روش انتخابات، اجرای انتخابات، نظارت بر انتخابات از وضعیتی که در شرایط حاضر است خارج بشه و قابل اعتماد بشه و مطابق با استانداردها و موازین شناخته شده بین المللی بشه. این نکته بسیار از اهمیت به نظر من. باید که به اصول بنیادین پایبند باشیم. یکی از اصول اصلی جنبش سبز مسالمت آمیز بودنشه. مسالمت آمیز بودن یک جنبش به معنای این استش که شما از خشونت استفاده نمی کنید، اما از تمام طرق مسالمت آمیز دیگر بنابر شرایط و اوضاع احوال استفاده می تونید بکنید. پس بنابر این تشخیص این که در چه زمان چه کاری باید انجام داد بر عهده همراهان جنبش سبز است که از عقل جمعی باید استفاده بکنن و راه‌های مختلف رو پیشنهاد بدن. هیچ کسی نمیتونه در شرایط حاضر یک تنه بیاد و راه حل مشخصی رو ارائه بده که ما این کار رو انجام بدیم.
جنبش سبز علیرغم اینکه دارای چهره های شاخص در رهبری هست، یک جنبش غیر متمرکز هست و همه ما به اندازه خود و مسئولیت داریم در پیشنهاد راهکارها مشارکت بکنیم و نباید اینطور باشه که فکر کنیم یه عده‌ای نشستن و اونها باید حتما راهکارها را به صورت سلسله مراتبی ابلاغ بکنند. باید که ما در دو زمینه واقعا تلاش بالایی انجام بدیم. یکی راه‌های گسترش و تقویت شبکه‌های اجتماعی هست، یکی تاکتیکی‌های به کار رفته است. بعد در هر دو ما تلاش بکنیم از ابداعات، تفکرات، ایده‌های مختلف تغذیه بشیم تا بتونیم به یک نتیجه برسیم. اما خدمت شما عرض کنم که چه کار باید کرد؟ به نظر من مهمترین کار آگاهی بخشیه. همه تاکتیک هایی که منجر به آگاهی بخشی میشه، آگاهی بخشی اولا جنبش رو، مطالبات جنبش رو پا بر جا قرار نگه میداره و اونها رو تقویت میکنه و ثانیا قطعا و یقینا طرف مقابل رو در یک موقعیت سخت و دشوار قرار میده. استفاده از خشونت به صورت مستمر و طولانی و گسترده تقریبا غیر ممکنه. نیروهای سرکوب نمیتونن همیشه از سرکوب استفاده بکنند. ما باید بتونیم که شجاعت مدنی که در این در واقع طول یک سال گذشته گسترش زیادی پیدا کرده، این گسترده تر بشه تا هر یک از ما با پرداخت هزینه کمتر در صحنه باشیم. در واقع اون شعاری که نترسید نترسید ما همه با هم هستیم تجلی واقعی پیدا بکنه، یک قرائت جدیدی پیدا بکنه. تمام تاکتیک هایی که ما رو به این سمت هدایت بکنه تاکتیک های موجهی میتونن باشن. ما معتقدیم که در چارچوب قانون اساسی کنونی کار میکنیم. البته به معنای نیستش که هیچ ایرادی رو به هیچ یک از مواد قانون اساسی نداشته باشیم. ممکنه که بعضی از مواد قانون اساسی رو به شیرادهایی هم داشته باشیم. در همه قوانین اساسی اشکال وجود داره. آنچه را که ما الان خواستارش هستیم یک اجرای همگون و سیستماتیک قانون اساسیه، نه گرفتن یک بخش و کنار گذاشتن بخش دیگر. به عبارت دیگر برخلاف آنچه که آقایون ادعا میکنن، این آقایون هستن، اقتدارگرایان هستن که ضد نظام هستن به جهت اینکه جمهوری اسلامی رو نفی میکنن، چون جمهوریتش رو نفی میکنن. از اونجا که جمهوریت رو نفی میکنن هم در عمل و هم در نظر، این آقایون ضد نظام هستن. آنچه را که ما طلبش میکنیم اجرای سیستماتیک قانون اساسیه، هماهنگ قانون اساسی هست. در این صورت وقتی یک قانون اساسی وجود داره، هیچ فرد، هیچ گروه، هیچ نهادی فراتر از قانون قرار نخواهد گرفت و هیچ نهادی نمیتواند ادعا کند که دارای صلاحیت های گزینشی است. ادعای شورای نگهبان در داشتن صلاحیت های گزینشی مغایر با ذات و علت وجودی قانون اساسی است. همین بحث پایبندی به قانون، در حالی که ممکنه ما بعضی از قوانین موضوع رو درست ندونیم، مسئله است که قدم به قدم سرکوبگران رو به عقب خواهد نشوند. البته خب گاهی اوقات سرکوبگران
نیرویی که سرکوب انجام میده، کلا بحث مشروعیت و مشروعیت خوش میذاره کنار و فکر مشروعیتش نیست. بیش و کم الان در همچون شرایطی قرار گرفتیم، یعنی میزان مشروعیت حکومت بسیار تقلید پیدا کرده و خودشون هم از این آگاه هستن و از این هم عصبانی هستند. شما نگاه بکنید در شرایط حاضر ادعای اینی که اگر احیاناً شورش های اقتصادی بشه، مشکلات به دنبال مشکلات اقتصادی راه پیمایی تظاهرات یا خشونتی بشه، کار فتنگران است. آیا فتنگران، آیا اونایی که شما فتنگر تلقی میکنید، اونها برنامه های اقتصادی رو تنظیم کردند؟ حتی فتنگر معترضی نیستن. فتنگر کسی است که وجود معترض و مخالف رو نفی میکنه. فتنه عدم شناسایی مخالفه، نه وجود مخالف. ولی همینایی که آقایون فتنگر قلمداد میکنن، یا اونها برنامه های اقتصادی رو تنظیم کردن؟ آیا اونها باعث شدن با سیاست های ماجراجویانه خودشون تا تحریم های اقتصادی اعمال بشه بر ایران؟ آیا این اونها بخش مهمی از مسئولیت متوجهشون است؟ یا خود آقایونی که در تصمیم گیری هستن، در مقام تصمیم گیری هستن، ادعا میکنن که تحریم ها هیچ اثری نداشته؟ خب این مردم ایران هستن که در جای کشور دارن فشار اقتصادی رو تحمل میکنن. فشار اقتصادی اول ناشی از برنامه های نسنجیده دولت و ثانیاً ناشی از تحریم ها، که ما هم جواب میگیم که تحریم ها رو اصلا قبول نداریم، به جهتی که مردم فشار میاره. هرچه مردم فشار بیاره و باعث سختی و دشواری مردم بشه، مورد تایید نیست و نباید از اون دفاع بکنیم. همه همراهان جمهوری سبز باید به این نکته توجه بکنند که ما در مخالفت با دولت بر اساس دولت سرکوبگر، بر اساس اصول حرکت میکنیم. اون اصول به ما اجازه نمیده از تحریم ها حمایت بکنیم، اجازه نمیده اعمال رو قبول بکنیم یا توجیه بکنیم که ضربه نهایی اون بر مردمی که قبلا زیر فشار شدید و سختی قرار دارن، زیر ظلم و استبداد قرار دارن و حالا باید که تحت فشار اقتصادی هم قرار بگیرند. به هر حال به نظر من میرسه که ما باید که روی قانون اساسی ایستادگی کنیم و از این کار نه که ضرر نمی کنیم، بلکه سود خواهیم داشت. یک حرکتی که از کار مسالمت آمیز است باید چارچوب مشخصی برای خودش داشته باشه. این چارچوب مشخص ما قانون اساسی است، به هر حال میثاق ملی بوده، میثاق ملی هست. تا روزی که مردم در یک جو دموکراتیک بر اساس یک انتخابات آزاد نظر دیگه ای ندن در مورد قانون اساسی، قانون اساسی باید مورد اجرا قرار بگیره. ولی یک تفسیر و تعبیر عقلانی و سیستماتیک و هماهنگ از قانون اساسی، نه گرفتن بخشی و رها کردن بخش دیگر. الان در عمل فصل سوم قانون اساسی کاملا حذف شده. بخشی که مربوط به حقوق ملت هست کاملا حذف شده. خود قانون اساسی یک طرف، اعمال قانون اساسی یک طرف دیگه است. یک اعمال خوب و مطابق با زیرساخت‌های سنگین جامعه میتونه یک قانون اساسی که دارای مشکلات هم هست همگون بکنه، تبدیل موجودی زنده بکنه که به نیازهای روز یک جامعه پاسخ بده. یک قانون اساسی که به ترین وجه هم تدوین شده، به ترین صورت هم تدوین شده، ممکنه بد عمل بشه و نتیجه معکوس بده. یک قانون اساسی میتونه به صورت خیلی دموکراتیک تدوین شده باشه، ولی آثار بسیار، ولی در عمل بسیار نتایج منفی به بار بیاره، یعنی هیچ جنبه دموکراتیکی نداشته باشه. شما نگاه بکنید قانون اساسی آذربایجان رو. آیا قانون اساسی آذربایجان چه چیزی از یک قانون اساسی کاملا دموکراتیک کم داره؟ مقایسهش بکنید با قانون اساسی آمریکا. یک قانون اساسی قدیمی هست، در واقع ایراده ها، کمبودهای فراوانی داره. ولی قانون اساسی آمریکا به هر حال
کار میکنه، بازدهی داره، مال آذربایجان نداره و هیچ گونه نظام دموکراتیک ایجاد نمیکنه. پس بحث اساسی خود قانون اساسی نیست. قانون اساسی مهمه چی نوشته شده، چه شکلی نوشته شده، رابطه نهادها با هم چه شکلیه، نهادهای حل اختلاف چه شکلی پیش بینی شده، چه میزان تضمین برای حقوق بنیادین وجود داره، توزیع اختیارات چه شکلی، همین ها مهمه، قطعا همش مهمه، سلسله مراتب منابع حقوقی چیه، همینا مهم هست. اما میخوام بگم شرط لازم است، شرط کافی نیست. لذا به نظر من بخش مهمی از مشکلاتی که الان در ایران وجود داره ناشی از بد عمل کردن به قانون اساسیه. باز هم بگم ایرادات قانون اساسی رو نادیده نمیگیره. هر بازبینی در قانون اساسی باید در یک جو آرومی صورت بگیره. در یک جوی که مردم بتونن با خودآگاهی، با اشراف، با یک گفتگو و تبادل آرای آزاد جوانب لازم اصلاح یا هر گونه تغییر پی ببرن. باید همچین جوی باشه تا اصلاحات صورت بگیره. وگرنه به نتیجه مطلوب نمیرسه. اونهایی که قانون اساسی رو معتقدن که نباید محور قرار بگیره، باید بگن که چه چیزی رو محور میخوان قرار بدن، بر چه اساسی میخوان حرکت کنند. قطعا انقلاب که مورد نظرشون نیست. مکانیزمی رو که برای تدوین قانون اساسی دیگر یا تصویب قانون اساسی دیگر در نظر دارن کدامه، مشخص کنن و بگن هزینه چگونه است، چقدر امکان پذیره. لذا سوالات بسیار زیادی مطرح خواهد شد. به نظر من میرسه در شرایط حاضر معقول ترین، ممکن ترین و عاقلانه ترین کار تأکید بر قانون اساسی، بر اجرای همه اصول قانون اساسی هست، بر قانونگرایی است. ولی عنایت بفرمایید، وقتی ما از قانونگرایی صحبت میکنیم حق رو در کنار قانون قرار میدیم، یعنی تنها منظورمون مصوبات لازم الاجرا نیست، باید حق هم مورد توجه قرار بگیره، حقهای بنیادی شهروندان مورد نظرمه. به همین جهت هستش که جنبش سبز جنبش حق بنیاده، به حقوق بنیادین شهروندان، به حقوق بشر توجه داره. آقای مهندس موسوی از اولین روزهای فعالیت انتخاباتی خودشون به این مسئله توجه داشتن، بیانیه حقوق بشر و شهروندی منتشر کردن، در اون به مسائل مهمی اشاره کردن، جمله این که مشروعیت قدرت سیاسی در این دنیا از آن مردم هست، تاکید بر حقوق بنیادین، کرامت انسان، حقوق بشر. به این ترتیب اجازه داده نمیشه از قانون به عنوان ابزار خشونت استفاده بشه، آنچه را که الان سرکوبگران سعی میکنن، تلاش میکنن که از خودشون نشون بدن، یعنی میخواهن یک نوعی نشون بدن که ظاهر قانون رعایت میکنن، هرچند حتی با این هم موفق نمیشن و مجبور شدن که علنا و به صورت صریح قانون رو نقض بکنن. هیچ دولتی تا به امروز به مانند آقای احمد نژاد به صراحت و وضوح و روشنی قوانین مخصوصا قانون اساسی رو نقض نکرده. شما اگر که اظهارات آقای احمدی نژاد و مخصوصا همکاران آقای احمدی نژاد قبل از انتخاب آقای احمدی نژاد و در دوره‌های قبل رو نگاه بکنید، خواهید دید که چقدر ناصادقانه برخورد میشه، یعنی بر هیچ پایه حقوقی مستدل و محکمی حرکت نمیشه، بلکه موازین حقوقی کاملا تابعی از مسائل سیاسیه، در صورتی که اساسا باید که در یک جامعه نهادهای سیاسی تحت کنترل قواعد حقوقی قرار بگیرن تا حکومت قانون معنا پیدا بکنه، وگرنه قانون خوش تبذیر به ابزار خشونت میشه. همونجور که ما میبینیم که دین هم در شرط حاضر همین وضعیت داره، دین که عنصر صلح و باید استکان بخش اخلاق در جامعه باشه، داره فونکشن دیگری پیدا میکنه. در واقع دین تبدیل به یک ابزار شده در دست سلطه‌گران و از آن دارن سوء استفاده میکنند.
در صدد دولتی کردن کامل دین هستند تا ابزاری در دست اونا باشه برای توجیه خشونت، برای توجیه نقض قانون. بنابراین این سیاست ماکیاولیسم یا این که هدف وسیله رو توجیه میکنه در تمام شؤونات این حکومت قابل مشاهده است. این دولت در تمام شؤوناتش داره این اجرا میکنه و زیاد هم دیگه تمایل پرده پوشی نداره، چون یه امکان هم نداره پرده پوشی کردن. انعطاف فرمایید استدلالات که در مورد جایگاه و اختیارات رئیس جمهور میشد از طرف دوستان آقای امنجاد قبل از آقای امنجاد در دوره خاتمی و در وضعیت کنونی، در مورد جایگاه قوه قضاییه قبل و اکنون کاملا برعکس شده. عدم اعتناع دولت به قانون، عدم شناسایی جایگاه مجلس و قوه قضاییه که علل در وجه عمده همسو و همراه آقای احمدی‌نژاد هستن بسیار قابل توجه است. دولت در مقابل یک مجلس و یک قوه قضاییه مخالف نیست. در واقع همه بیش و کم در یک خط کلی هستن، اما اختلافات کوچک رو هم آقای احمدی‌نژاد بر نمیتابه و نیاز به یک مجلسی داره که کلن و قطعاً در اختیارش باشه، یعنی مجلسی نباشه و همچنین قوه قضایی که گوش به فرمان آقای احمدی نژاد باشه و خب به هر حال طبیعتش که قبول نمی کنن. اگر در زمان آقای خاتمی گفته می شد که اصلاح طلب ها هستن و حالا در مجلس دولت اصلاح طلب ها هستن، مثلا در قوه قضایی و شورای نگهبان محافظه کارا و به این جهت اختلاف هست، امروز که آقایون که خودشون اصولگرا میدونن همه پست ها رو به انحصار خودشون درآوردن، البته غالبا با نقض قوانین و مقررات. پس چرا اختلافات پایان نمیپذیره؟ به خاطر اینکه باید توجه داشته باشیم که وقتی شما به دنبال انحصار قدرت باشی، روز به روز باید دایره انحصارگران رو تنگ کنی، روز به روز دایره خودی ها تنگ میشه، دایره غیر خودی ها زیاد میشه و به هر حال اصل آوردن این ماجرای خودی و غیر خودی چیزی جز احیای فرهنگ فرعون و در زمانه ما هیتلر و موسولینی بیشتر نیست، احیای همون فرهنگه. و بعضی از توریسین های ضعیف با قرائتی بخشی و ناکامل از بعضی از متفکرین که خب شاید سابقه در دفاع از دیکتاتوری بزرگی مثل هیتلر هم داشتن، سعی میکنن که این اقدامات خودشون رو توجیه کنن و جنبه حقوقی بدن و این باعث تأسفه. در کشوری که به نام دین حکومت میشه، خشونت ابزار حکومت بشه. نشان دادن اینکه مسلط هستن با اینکه مسلط باشن متفاوت هست. اگر مسلط بودن که نیازی به این همه استفاده از زور و خشونت نداشتن، قطعا مسلط نیستن. علارغم تلاش برای به انحصار آوردن تمام گلوگاه‌های قدرت و یک دست کردن حاکمیت، مشاهده می‌کنیم که اختلاف بسیار زیاد. یعنی عرض کردم که اگر شما می‌گفتید در دوره آقای خاتمی اصلاح طلب ها بودن بخش از حکومت رو در دست داشتن و اصولگرایان بخش دیگری، به این خاطر اختلاف بود، دولت یک دست نبود لذا اختلاف بود، مشکل بود، ناکارآمدی بود، امروز مشاهده میکنیم که اصلا اون بحث نیست، زیرا اینها خود اصولگرایان تمام قدرت در دست دارن و در داخل خودشون اختلاف هست. اختلافات همچنان باقی مونده، در بعضی از موارد حتی تشدید شده و ناکارآمدی چند برابره. ناکارآمدی مسئله بسیار حائز اهمیتی است. الان همگان حتی نیروهای بسیار نزدیک و پابرجای اصولگرا معتقدن که حکومت ناکارآمدی داره.
اگر که قبلا بحث میکردن که دموکراسی لازم نیست، خب به هر حال آقای احمدی‌نژاد بارها گفته بود که من از کلمه دموکراسی حقوق بشر حالا تهوع بهم دست میده. البته در هر جایی که لازم باشه از حقوق بشر رو از دموکراسی اونها دفاع میکنن، از حقوق بشر و دموکراسی برای ملل دیگه دفاع میکنن، نشکر ازش دفاع نمیکنن، برای ملت خود ماست. حتی ما معتقدیم که باید حقوق بشر و دموکراسی برای همه ملل باشه، مخصوصا برای ملل مسلمان ما همه دفاع میکنیم از حقوقشون، ولی در ضمن به ملت خودمون هم باید نگاهی داشته باشیم، اگر که حداقل تمام توجه به ملت خودمون نیست. به هر حال خدمت شما عرض کنم که الان شما مشاهده میکنید که آقایون دچار ناکارآمدی هستن. اگر میگفتن دموکراسی مهم نیست، کارآمدی مهم هست، خب الان کارآمدی هم که ندارن. پس مبنای مشروعیتشون چیه؟ بر چه اساسی مشروعیت خودشون رو تلقی میکنه؟ میدونن واسه مشروعیت باید یه مبنایی داشته باشه. مشروعیت دینیشون هم که ضربه بسیار سنگینی خورده، کدوم مبنای مشروعیت؟ راه دشواره، سخته. وقتی سرکوب سنگین هست مبارزه آسون نیست، اما شدنی هست. تمام قرائن و شواهد نشون میده که این مسئله واقعیت داره. شما نگاه بکنید که همین اتفاقی که اخیراً افتاد، من اینا قرار نبود که حالا اونجوری که در اخبار بود صدایی درست بشه و در اون واقعیت که مربوط به ندا بود تغییر پیدا بکنه، خب مجبور شدن که عقب‌نشینی بکنه. شما نگاه بکنید در خیلی از موارد دیگه، در مورد مسائل کوچک نگاه بکنید، قوت جنبش رو میبینید. نگاه بکنید در مورد اختلافی که بین رئیس یک باشگاه و یک بازیکن صورت گرفت، کی مجبور شد عقب نشینی کنه؟ و هزار نمونه از اینها وجود داره. شما نگاه بکنید در انتخابات که برای مدارس شد، کی پیروز شد؟ برای جمهوری سبز پیروز نشد. آیا مجبور شدن که انتخابات رو منحل بکنن در بعضی از مدارس؟ در بعضی از مدارس فقط خود کاندیداهای اصولگرا به خودشون رأی دادن. اون کاری که ما باید بکنیم به ویژه شکوندن سانسور هست. به نظر من میرسه که شکوندن سانسور مسئله بسیار های زمینیتی هست. راهکار اگر میخواد به طرق مختلف، چون آگاهی بخشی در یک حرکت مسالمت آمیز حرف اولی میزنه و ما باید که سانسور رو اثرش رو کم بکنیم یا اونو بشکنیم. خب این برمیگرده به این که ما در حوزه اطلاع رسانی و وسایل ارتباط جمعی چقدر ابداعات جدید داشته باشه. همه میدونیم به هر حال فعالیت‌های اینترنتی و مجازی هست، در مقابل هم اونها از امکانات فوق‌العاده برخوردار هستن، استفاده میکنن، ولی دیدی نمیتونن که همه چیز رو با هم در یک زمان قطع کنن. به هر حال همه میدونن که دانشگاهیان ایران هزینه بسیار سنگین و فوق‌العاده‌ای رو در جنبش سبز پرداخت کردن. آخرین چیزی هم که شاهدش هستیم این هستش که علوم انسانی مورد هجوم قرار گرفته و برخی از رشته‌های اون رو میخوان کلن تعطیل کنن یا تعداد دانشجویی که گرفته میشه در هر ترم رو تقلیل بدن. میخوان کلن یک علوم انسانی تراز حکومت خودشون تدوین کنن. چرا؟ چون به هر حال علوم انسانی قوه نقد رو در انسان‌ها افزایش میده و آنچه که قوه نقد رو افزایش بده به کام آقایون نیست. چه کار باید کرد در مقابل این؟ به نظر من میرسه که به هر حال فرهیختگان و اندیشمندان جنبش سبز توانایی بسیار بالایی دارن. به راحتی میتونن اگر که با همدیگه همگرایی و همفکری بکنن، دست به دست همدیگه بدن، همگر رو یاری بکنن، یک دانشگاه علوم انسانی مجازی ایجاد بکنن که مدرک صادر از طرف اون از جانب
همه کشور دنیا معتبر باشه و به این ترتیب ما اجازه ندیم که مردم شریف ما، دانشجویان ما از داشتن یک علوم انسانی تراز جهانی محروم بشن. شدنی هست. اون چیزی که ما فکر میکنیم باید که کشور دارای یک سیاست خارجی فعال، تعامل سازنده با جهان باشه و از ماجراجویی دست برداره. در شرایط حاضر آنچه که بر سیاست خارج کشور حکومت داره ماجراجویی است، از عزت و حکمت هم خبری نیست. هر آنچه که هست بی تدبیری و در خیلی از موارد ذلته. حتی باج دادن به کشورهای کوچکی که در تعاملات بین المللی سهم بزرگی را ندارن، فقط و فقط برای اینی که از نظر تبلیغاتی اعلام کنی که همراه ما بودن، از ما دفاع کردن و یا احیانا در سازمان ملل متحد یا در یک ارگان دیگه رأی رو به نفع ما بدن که غالبا هم امتیازها رو میگیرن و خیلی هم رأی رو به نفع ما نمیدن. به نظر ما میرسه که سیاست خارجی کشور باید بر اساس تعامل سازنده با جهان باشه. ما منافع خاص کشور رو داریم. آنچه که ارجحیت داره بر تمام موارد منافع مردم کشور هست، منافع ایران هست، منافع درازمدتش هست. در این حال بحث عدم مداخله در امور داخلی دیگران بحث بسیار حائز اهمیتی است. ما از به نظر میاد که از همه نزدهای حق جویانه، عدالت خواه، ملت هایی که تحت ستم هستن باید حمایت بکنیم به ما یک وظیفه انسانی، ولی معنای این نیستش که در امور داخلی کشور یا ملتی مداخله بکنیم. همزیستی مسالمت آمیز با مردم منطقه و جهان یک بحث بسیار حائز اهمیتی است. ما نمیتوانیم و نباید شعارهای عوام فریبانه بدیم و از طرف دیگر با ذلت و خواری حاضر به قبول شرایط دیگران باشیم، حالا در هر زمینه‌ای که خواهد باشه. بنابراین به نظر من میرسه که ما کشوری هستیم که اگر متکی به مردم باشه، حکومت متکی به مردم باشه، با توجه به امکانات اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی که داریم، جایگاه بسیار قوی در منطقه خواهیم داشت، در روابط بین‌الملل جایگاه خاص خودمون رو خواهیم داشت. البته باید توجه داشت، ادعا کردن که ما دو تا یکی از دو ابرقدرت جهان هستیم هیچ سودی به ما نداره غیر ضرر، چون ما قطعا از مواهب ابرقدرت بودن برخوردار نخواهیم شد و تنها باید مسئولیت ها و هزینه های اون رو پرداخت بکنیم، برای اینکه ادعا میکنیم که ابرقدرت هستیم. پس شناختن وضعیت حقیقی خودمون و دانستن اینکه همه وضعیت بسیار وضعیت قوی هست، به شرط اینکه متکی مردم باشیم و در سیاست خارجی به دنبال جبران ضعف داخلی خودمون نباشیم. مشکل اساسی که ما الان داریم این هستش که در حوزه داخلی دچار مشکل هستیم و سعی میکنیم که از سیاست خارجی برای تقویت داخلی خودمون استفاده بکنیم، که این استفاده نیست، این سوء استفاده است و منجر به نادیده گرفتن منافع حیاتی کشور میشه. در خاتمه تشکر میکنم از همه دوستان، از همه بچه‌هایی که چه در ایران هستن چه در خارج از ایران بودن، با فعالیت خودشون، با ایثار خودشون، با زحمت خودشون جنبش رو پیش بردن. ازشون میخوام که استقامت داشته باشن، شجاعت مدنیشون تقویت بشه و این توسعه بدن. انشالله به زودی تحولات صورت خواهد گرفت، ما به فضای بازتر و آزادتری خواهیم رسید و انشالله بتونیم هممون برای یک ایران آزاد، اخلاقی، دا
دموکراتیک و توسعه یافته تلاش بکنیم.